بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مباحث اخلاقی رو که در سال گذشته مطرح کردیم و مباحثی بحث شد در رابطه با خوف و رجا بود. بحث امسال ما در رابطه با عدل و ظلم است که در روایات زیادی بحث عدل و ظلم مطرح شده. یکی از مسائل مهمی که ما باید بهش توجه کنیم مسئله عدل و ظلم است. عدل معناش چیه؟ به معنای تساوی نیست، بلکه به معنای اعطاء و کل شیء حقه، یعنی هر چیزی در جایگاه خودش قرار بگیره عدل هست. هر کسی در جایگاه خودش قرار بگیره، خب این خیلی مهمه. اگر شما این بحث رو خوب دقت بفرمایید و عدالت رو خوب بفهمیم، سقرای قضیه که هازا عدلون و کل عدلن یجب الاتیان به فهازا یجب الاتیان به، کبرا و نتیجهش دیگه خیلی روشنه. چون جزء مستقلات عقلیه است، عقل هر انسانی، هر دینی داره، هر مذهبی داره، تو هر مملکتی زندگی میکنه، ربطی به دینم نداره. العدل حسن و الظلم قبیح. برای روشن شدن این بحث یه مقدمه‌ای لازمه و اون این که عدل یه موقع عدل الهیه، یه موقع عدل انسانیه. عدل الهی یعنی چی و عدل انسانی یعنی چی؟ عدل الهی در باب عقاید، شما در علم کلام راجع به عدل الهی خوندید، مباحثی رو شنیدید که عدل الهی در رابطه با تکوین، عدل الهی در رابطه با تشریع و عدل الهی در مقام محاسبه. خداوند متعال عادل است در تکوین، یعنی در خلقت. خلقتی که انجام داده، این تکوینیاتی که موجود هستند، در کمال عدالت خداوند این موجودات رو خلق کرده. خب این یه بحثی است که مرحوم شهید مطهری در کتاب عدل الهی خودش این مسئله رو بیان کرده و توضیح داده، به خوبی هم بیان فرموده. انشاءالله آیون مراجعه کنید به کتاب شهید مطهری، عدل الهی رو ببینید که در تکوینیات خداوند متعال چگونه عدل رو به وجود آورده.
مسئله دوم عدل در تشریع است. عدل در تشریع یعنی خداوند احکام و تکالیفی که برای انسانها بیان فرموده این با عدالت، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به مقدار وسع بیشتر از طاقت ما دستوری نداده. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در دین حرج نیست، برداشته شده، مشقت نیست، نباید شما در دین به مشقت بیفتید. اگر مشقت داشت غسل مبدل به تیمم میشه، وضو مبدل به تیمم میشه، بدل براش گذاشته، کفاره بده و راه آسانتر رو برای شما قرار داده. روزه نمیتونید بگیرید، مریض میشید، لازم نیست بگیرید، حرج برداشته شده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خب این رو بهش میگیم چی؟ میگیم عدالت در تشریع. در تشریع احکام عدالت رو خداوند مراعات کرده. قسم سوم عدالت در محاسبه است. مثقال ذره خیرا یره و مثقال ذره شرا یره. روز قیامت یک مثقال خیر انجام بدید جزاشو میبینید، یه مثقالم شر انجام بدید جزاشو میبینید. این یعنی چی؟ یعنی عدالت در محاسبه. در محاسبه خداوند عدالت دارد. پس خداوند عدل الهی در رابطه با تکوینیات هست، در رابطه با تشریعیات هست، در رابطه با معاد و محاسبه روز قیامت هم هست. اما عدل انسانی، میرسیم به این که در انسانها چگونه عدالت باید انجام بشه. خب راجع به این سه نکته‌ای که عرض کردیم، عدالت در تکوین و در تشریع و در محاسبه، آیات زیادی در قرآن هست. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. آیا متقین با فجار یکی هستند در روز قیامت؟ اینطور نیست. اف نجعل المسلمین کالمجرمین مالکم کیف تحکمون و هاکذا. آیات زیادی در اینجا وجود داره که این آیات دلالت بر این عدالت در محاسبه داره. اما عدل انسانی، عدل انسانی که حالا مورد بحث ما هم همین عدل انسانی هست، این یک عدالت فردیه، یه عدالت اجتماعی. عدالت فردی یعنی چه؟ عدالت اجتماعی یعنی چه؟ عدالت فردی معناش این است که من نسبت به خودم اون چه که میفهمم عمل کنم، اون چه که میفهمم در رابطه با خودم نباید عمل کنم.
و الا اگر بدانم که این ضرر داره برای من و بخورم، به خودم ظلم کردم. حالا یه غذایی میدونم ضرر داره برای من، اگر بخورم به خودم ظلم کردم. اگر یک چیزی که میدونم گوش بدم به ضرر من تمام میشه، اگر گوش بدم ظلم کردم به خودم. اگر یک چیزی رو نگاه بکنم میدونم به ضرر من هست در دنیا یا آخرت، اگر نگاه بکنم به خودم ظلم کردم. و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. اما همینم خودش فهم میخواد. اگر انسان خدا رو بشناسه و قدرت خدا و علم خدا و حکمت خدا و صفات خدا رو بشناسه، بعد دستورات خدا رو به خاطر اینکه به منافعش هست انجام میده. دستور خدا داده، من میبینم اینا به منفعت منه، من اگر اینا رو انجام ندم به خودم ظلم کردم، ظلم در حق خودمه. پس عدل انسانی فردی این است که آیه شریفه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. راهش چیه؟ راهش اینه که انسان فبشر عباد، بشارت عقل اینه. عقل چیه؟ من میخوام عاقل باشم، چیکار باید بکنم عاقل باشم؟ صداهای مختلف از اروپا و آمریکا و کشورهای دنیا و فضای مجازی و همه اینها حرف دارن، مطالبی رو بیان میکنند. اسلام هم مطالبی رو برای شما بیان میکنه. فبشر عباد الذین یستمعون القول. شما همه این مطالب رو میبینید. فیتبعون احسنه، اون چی که میپسندید نه روی هوای نفستون بلکه روی عقلتون. گاهی انسان یک مسائل شهوی رو میپسنده به خاطر شهوترانیش، مسائل اقتصادی رو میپسنده به خاطر ثروت. نه، حرف ها رو گوش بدید، بهترینش رو انتخاب کنید. انتخابتون روی هوای نفس نباشه، روی عقل باشه. اگر این کارو کردید عاقل‌ترین مردمید. فبشر عباد الذین یستمعون القول. اقوال رو هی میبینه. شما الان در اجتهادتون چیکار میکنید؟ انشاءالله مجتهد میشید، چیکار میکنید؟ اقوال علما رو میبینید، دلائل رو میبینید، آیات رو میبینید، روایات رو میبینید، بهترینش رو انتخاب میکنید. مجتهد شدن همینه دیگه، اجتهاد همینه. نظریات از صدر اسلام تا الان دیده میشه، شما با ذوقتون، با عقلتون، با فهمتون اون بهترینش رو علامت میزنید، پیدا میکنید، انتخاب میکنید، میگید من این رو انتخاب کردم. این وظیفه هر انسانیه. هر انسانی حرفهای مختلف، سلیقه‌های مختلف، کلمات مختلف رو میبینه، دلایلشون رو بررسی میکنه، به مقدار فهم و درکش انتخاب میکنه. این عقل فردیست. پس ما اگر میگیم خدا رو عبادت کنید،
معناش این است که خدا رو بشناسید، وقتی خدا رو شناختید خودتون احساس وظیفه میکنید. خب این خدای بزرگی که اینقدر به ما لطف کرده، محبت کرده، عنایت کرده، روزی بهمون داده، سلامتی بهمون داده، بچه خوب داده، زن و بچه داریم، زندگی داریم، همه چی الحمدلله داریم، نسبت به خیلی‌ها که ندارن اینها رو ما می‌بینیم الحمدلله نعمت‌های خدا برای ما هست، باید این نعمت‌ها رو شکرش رو انجام بدیم. یه دو رکعت نماز برای خدا بخونیم، این خدای بزرگ رو، این وظیفه رو انجام بدیم، عبادت خدا رو انجام بدیم، تکالیف خدا رو انجام بدیم. این اگر این کار رو نکنید ظلمه. پدر شما به شما محبت میکنه، خب خانه در اختیارتون گذاشته، رزق و روزی بهتون میده، کمکتون میکنه، مادر براتون غذا درست میکنه، اگه شما بیایی همش بد اخلاقی کنی با پدرت با مادرت، آیا این جوانمردیه؟ این مطابق عقله که شما با پدری که این همه به شما محبت کرده شما بهش بی‌اعتنایی بکنی، بی توجهی کنی؟ خب این ظلمه، ظلم به پدر و مادر اگر شما نافرمانی بکنید و مخالفت بکنید و بی‌اعتنایی بکنید و حرفش رو گوش ندی. و خدای بزرگی که از اول زندگی تا الان شما رو حفظ کرده، آبروتون رو حفظ کرده، جانتون رو حفظ کرده، مالتون رو حفظ کرده و این همه نعمتها رو در اختیار شما قرار داده، اون خودتون احساس باید بکنید این مطلب رو، بسته به احساستونه که باید در مقابل خدا یک تکالیفی رو انجام بدید، دستورات خدا رو باید انجام بدید، حالا به هر طریقی که به عقلتون رسید. هر کسی ممکنه یه دینی داشته باشه، یه مذهبی داشته باشه، ولی اگر این مذهبی رو که انتخاب میکنه از این باب باشه که یستمعون القول فیتبعون احسنه، همه نظرات رو ببینه، دلائل رو ببینه و بهترین رو انتخاب بکنه، وظیفه شرعیش رو انجام داده. حالا ممکنه شما به یه نتیجه برسید اون دین رو انتخاب کنید، یه کسی ممکنه یه دین دیگری رو انتخاب بکنه، ولی این قانون خداست. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. خب این وظیفه ماست در رابطه با عدل الهی که عدل انسانی است، که ما باید توجه به این مطلب داشته باشیم. البته در اینجا مشکلاتی وجود داره و اون مشکلات یکیش تعصب‌های بیجایی است که گاهی مانع میشه. من پدرم اینطوری بود، من میخوام همون طور باشم. من مادرم، اجدادم این دین رو داشتن، منم میخوام همون دین رو داشته باشم. اینا تعصب‌های جاهلی است. پدر و مادر دینشون ربطی به من نداره. من باید خودم یستمعون القول باشم و یتبعون احسنه. خب انشاءالله خداوند متعال به ما این توفیق رو بده که از عقلمون استفاده کنیم در بحث عدالت فردی و عدالت اجتماعی، که انشاءالله در مباحث آینده توضیحات بیشتری رو خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.